گزارش تازه‌ای بانک جهانی نشان می‌دهد که افزایش بیکاری و نادری در کشور نگران کننده است. این گزارش که بر بنیاد وضعیت اقتصادی سال‌های 2013 و 2014 میلادی در افغانستان آماده شده است، اوضاع کنونی بیکاری و ناداری را در کشور بهتر نمی‌داند. سخنگوی وزارت اقتصاد هرچند پیشرفت‌های دو سال اخیر را در اوضاع اقتصادی کشور بهتر ارزیابی می‌کند، اما می‌پذیرد که مشکلاتی هنوز هم وجود دارد. بیشتر صحبت میکنیم در این رابطه با استاد مسعود، استاد دانشکده اقتصاد کابل. سلام شما، خوش آمدید. استاد، میخواییم در آغاز بیشتر صحبت بکنیم که گزارش بانک جهانی در این رابطه میتونه موثق‌تر باشه یا وزارت اقتصاد، و هر کدامی که شما تحلیل میکنین، میخواییم عوامل بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی و در کنارش بیکاری را بفهمیم. خب، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز ما. خدمت شما که عمدتاً نباید گزارش صندوق خواجه بین المللی، بانک جهانی و WTO را ساده گرفت. اینا در حقیقت نموده از یک خط بین المللی است در قسمت تحلیل اقتصادی دنیا. از این رو من فکر میکنم چیزایی که هست با واقعیت‌های بسیار کلان افغانستان ذکر شده که قبول بکنیم. ما باید از لحاظ مدیریتی در درون افغانستان پیدایش بکنیم که چی علت باعث شده که ما در حقیقت رو به حرکات بیکاری ما رو به صعود میره و در حقیقت با کار شدن رو به نزول. از این لحاظ بر چند بخش باید آدم متمرکز شد. اولی که نوع طبیعی است به نظر من که عمدتا نظام ساختار نظام قسمی است که عمدتا در نظام سرمایه همیشه قسمت بیکار موجود میشه. هر چیکار بکنیم بیکاری موجود است، هیچ جا بیکاری از بین نمیره و شما به استخدام کامل نمیرسین. دومی، در حقیقت حرکت های سیاست های در حقیقت اشتباه آمیز است که دولت افغانستان در طول 16 سال گرفته و سالهای دو سال گذشته و سال 2014 و در حوج خود رسیده که عدم مایه صنایع داخلی است و در حقیقت رها کردن سرمایه گذاری داخلی افغانستان و خصوص صنعتکارای افغانستان در مقابل رقابت قاتلانه ای که با کیفیت بلندتر به خصوص چینایی ها و همسایه ها در مقابل ما قرار دارند که حمایت نمیتونه. مثلا میال صنایع بودوزی ما نو سر برا کرده و اساسا میره که بیرون بالا سرش، ولی متاسفانه به رقابت بسیار قاتلانه چینایی ها قرار گرفته و بوده که اونجا میایه اینا اساسا میرن به شکست مواجه شون. حرکات دیگه که موجود است است که کمی برای من نگران کننده است که ما عمدتاً بیکاری ها را در طبقه عوام اونقدر زیاد مشکل بر نمیدارم، اگرچه فقر دامن میزنه، ولی ما در وقتها در روزای نزدیک در دو سال سه ساله که مارکت واچ رو دیده بارم بازار میبینه، در حقیقت یک سیر سودی بودن بیکاری تحصیل کرده های ما است که در حقیقت ما با صدها هزار دلار در حقیقت صد هزار دلار به یک محصل کار میکنیم که از صف اول تا صف چهار فاکولته خلاص شوه و به خصوص 7000 نفری که از هندوستان آمده بیکار است. این بسیار جالب است که شاید برای دولت معلوم نباشه. ما نداره که کسایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که بلسان خارجی وارد است، کسایی که تکنولوژی خارجی میفهمند، تکسایی که میتونه کار انجام بده، این چنین چیزی است. جالب دیگه در حقیقت نوع عدم علاقمندی سرمایه گذاری داخلی هم مطرح میشه و رو به صفر آمدن سرمایه گذاری خارجی هم در افغانستان مطرح شده و در حقیقت بیکاری ما را هاوش میده. شما اگه توجه کرده باشین، ما در حقیقت در سه ماه 4 میلیارد دلار به فرار میکنه از افغانستان، این سرمایه گذاری نمیکنه و در قسمت دیگه که سرمایه گذاری مگه صورت میگیره، مفادش هم دوباره به خارج روان میشه و ما در حقیقت نمیتونیم اینو کنترل بکنیم. و جانب دیگه سرمایه گذاری خارجی که از بیرون بیاد داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه که هم نیست، این هم بی‌باوری وجود داره. ما بخیر مخالف از هستم که سند در حقیقت مواجهی باعث شده که سراسر به سند پرتیم، به چی بر جنگ و امنیت پرتیمش و بویم که امنیت است که در حقیقت بیکاری را به وجود آورده نیست. افغانستان در سه کاتگوری تقسیم میشه، مانند جای هم، جای غیر هم و جای نیمه هم که ما میتونیم در جای هم سرمایه گذاری کنیم که نظر به تعصبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زبانی، شاید هم مذهبی، شاید منطقوی سرمایه گذاری در صورت نمیگیره و در جایی که سرمایه گذاری صورت میگیره در حقیقت بود در حقیقت کاملا ناامن است و در جایی که ما میتونیم با کوچکترین حرکات امنیتی سرمایه گذاری بکنیم که مورد توجه قرار نگیره. در پالوی از او یک نقطه دیگه کلانه که در حقیقت نوع اشتباه استراتژیک است، رفتن به سوی سرمایه‌گذاری آرمانی است. ما هم در تمام سرای تاپیس مساینک و جایی که میریم که اصلا به زمین نمیشینه، انرژی مصرف میکنیم، پول مصرف میکنیم، فکر خود مصرف میکنیم و نمی حرکت های دموگوژی و آنفریوانه را به کار میبریم تا مردم فکر کنه که ما چنین کار را انجام میدیم، در حالی که صنایع خفیف و مواد غذایی جزء اساسی حرکت دهنده چنین چیز است و در حقیقت بیکاری را پایین میاره، باورمندی را زیادتر میکنه، سرمایه‌گذاری اضافه پیدا میکنه، کیفیت به وجود میاره و ما میتونیم در جامعه چیز که بگوییم برای تولید هم بگوییم. یکی از عوامل دیگه که در
نقش بدتر شدن وضعیت اقتصادی سنجیده شده. خروج نیروها هست و در کنارش هم حمایت هایی که از کشورهای دیگه برای ما میشد کمتر شده. اما در کنارش ما دو نشست مهم داشتیم، وارسا و بروکسل، که حمایت های اقتصادی تا سال 2024 شد. این میتونه که این حمایت ها و این پول هایی که بعد از این سرازیر بشه یا بعد از این داده بشه تاثیر روی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشه؟ خب یکی از زلت هایی که میشه یه از برازی که ما در حقیقت اقتصاد ما وابسته است و اقتصاد ما همین که وابسته به بازارهای خارجی است، وابسته به سرمایه گذاری خارجی است که در حقیقت سرمایه در بیرون است. من قبول میکنم ایشان، ولی هیچگاه نباید برف بام خود به برف جای دیگه انداخت و کار خانگی که ما انجام ندادیم در حقیقت دور پنهان ساخت. بهترین حرف مدیریتی است که در حقیقت روش رک میگه که ما چنین مشکل داریم، ما در حقیقت در مدیریت مشکل داریم، ما را در برنامه ریزی، در سازماندهی، در رهبریت و در کنترل، در هر چهار از این ما در قطع مشکل داریم که از چهار منبع اساسی مدیریتی کلان ما نمیتونیم استفاده بکنیم: منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیک و منابع معلوماتی است. در صورتی که چهار تا منبع را با چهار تا گپی که مدیریتی داره بزنیم، میشه که مدیر با هدف خود برسه و در حقیقت بره به سوی چیز. ما یک چیز دیگر برای آقای غنی میگم با دکتر عبدالله که لطفاً بین حرکات میکرو رو سوپرتیم. این معنی داره که ما میکرو منیجمنت انجام میدیم، ما عمدتاً در پروژه ها شامل هستیم. در تلویزیون شما سعی میکنین که رئیس جمهور یا رؤسای دیگه مثلا دولت میرن به افتتاح یک پروژه، ما مصروف ماکرو منیجمنت شویم. معنی داره که منیجمنت های کلانه، ما در اقتصاد مدیریت کلان بازیای کلان رو پیش ببریم تا بتونیم ما در حرکت بر حرکت بتیم. از این لحاظ فکر میکنم اگر ما یه وضع وزیر مالیه، اگر ما یه وضع وزیر مدن سرایی، ما یه وضع وزیر زراعت اکت بکنم و در حرکت گپ کلان هم داشته باشم، این باز ما را در سطح نازل پایین میره و در حرکت او مدیریت های کلان فراموش ما فراموش میکنیم. از این لحاظ من فکر میکنم که چیز بسیار عمده وجود داره که ما هدف باید متعین کنیم. هدف استراتژیک دولت چی است؟ از این لحاظ ما میگم اگر هدف زدودن فقر باشه، اگر هدف پایین آمدن مسئله بلند رفتن استخدام بیکاری باشه، اگر هدف ما در حد ایجاد یک نوع رشد متوازن اقتصادی تا اندازه وجود داشته باشه، ما میتونیم روی هدف استراتژی ایجاد کنیم. در کشوری که اگه استراتژی اقتصادی شما نداشته باشین، چگونه میتونین که شما بگین که ما باید رشد بکنیم؟ از این لحاظ است که وقتی شما کمک های بانک انکشاف سیاسی را، از اسلامی را، از صندوق وجیب ملی را، بانک جهانی را شما میگیرین، موقعی که به زمین چاندن نمیتونینش، مانا داره که شما پله در پله رفتن نمیتونین. مانا داره که استراتژی در حقیقت یک نقشه راه را، یک مسیر حرکت را برای یک کسی، برای یک جامعه یا برای یک گروه نشان میده. شما این داره استراتژی نیستن دیگه. من میاله بازم میاد داد، شاید هزار بار گفته باشم که میاله من خواهش میکنم، میاله سر وقت است که اگر ما بریم به سوی یک ساختن یک استراتژی که ما بفهمیم که با این پله، پسر این پله چی پله میه و ما چی باید کارهای انجام بدیم و بر از او یک پلان تطبیقی کنم و دقیق تکتیک استراتژیک است بسازیم، من فکر میکنم که علاوه که جهان حاضر میشه برای ما کمک کنه، بارمندی جهان ایجاد میشه برای اینکه میفهمن که این کار را انجام بدن، کرپشن پایین میه، به زمین میخوره، پروگرام خراب میشه. و در پاروش هم سیستم بانکی را باید قسم عیار بسازیم، سیستم بانکی ما را که به سوی سکتور سرمایه گذاری بکنیم که در اون سکتور ما میتونیم چین کار را انجام بدیم. میخوایم که یک جمله را همیشه گفت معلوم بگیم: خوبترین پاس آسان ترین پاس در فوتبال است. خوبترین جای سرمایه گذاری در جایی است که ما میتونیم سرمایه گذاری کنیم. از این لحاظ من فکر میکنم که ما جاهای بسیار بزرگ داریم که میتونیم سرمایه گذاری کنیم و نتایج کلان را به دست بیاریم. اشاره شما را در بخش زراعتی یا کشاورزی بیشتر میخوایم بدانیم. وقتی میگیم کشور ما یک کشور کشاورزی هست، در این بخش چه ظرفیت هایی وجود داره و در حال حاضر چقدر میشه تکیه کرد روی خوب یا خواهش میکنم از وزارت زراعت، از جناب رئیس جمهور، از دیگران که نگوین که ما در حقیقت تعیین کردیم نقطه رشد افغانستان سکتور زراعت. این نیست. سکتور زراعت در قرن 20 میتونستم که پویم سکتور زراعت است. حال ما در خط زراعت صنعت است. ما داره که صنعت زراعتی را دفع قرار میدین. حال زراعت گفتن در قرن 21 ما یک نوع شرم است برای کلگی. ما صنعت زراعت حرکت میکنیم. چون اما تا رسیدن به اون هم فکر نمی کنید در بله قسمت ابتدایش هم مشکلاتی وجود داره. بسیار مشکل داریم. ما از این لحاظ ما چهار تا مرحله در اروپا گذشتوندیم. در کل دنیا چهار مرحله میگذرن: زراعتی، زراعتی صنعتی، صنعتی زراعتی و صنعتی. این معنا داره که ما از زراعتی به صنعتی خیر رسانده نمیتونیم خود. از این لحاظ چی کنیم که بتونیم در حقیقت از آثار خود جلوگیری به عمل بیاریم، از بیرون شدن آثار؟ معنا داره که شما در زراعتی که دارین صنعتتون ایجاد میکنین، شما یک جوس میسازین یک در یک دلار 60 سنت
یا 20 سنت ها یک سیر سیر میفروشین با 40 افغانی چگونه عقل است؟ دقیقاً نه حرکت مولانا رسولدین نیست که ما انجام میدیم، همین که گپ مولانا رسولدین مولا چی است. از این من فکر میکنم که در زراعت میتونیم حرکت انجام بدیم و انقلاب سبز انجام بدیم. ما عمدتاً در مسئله استراتژی ما چند تا استراتژی کلان داریم. یک استراتژی انقلاب سبز است، استراتژی انقلاب سبز، استراتژی مالی، استراتژی پولی، استراتژی صنعتی و استراتژی تجارت خارجی. پنج بخش استراتژی، استراتژی شما به صورت کل میسازه که یک بخش استراتژی زراعتی است. ما بسیار خوشم میاد که بویم بعد 16 سال دولت افغانستان فهمیده با تمام کمک‌هایی که آورده با تریلیون دلار اول فهمید که به ما هم زراعت کمک بکنیم. چگونه زراعت کمک میگم؟ در صورتی که شما وعده میتن که ما بند مثلا ایلمنده و او بند دیگر میسازیم، نمیسازیم. چگونه با نهر ساخته نمیتونی، زراعت تقویه نمیتونی و صنعت زراعتی رو تقویه نمیتونی و در پالوش هم یک رقابت قاتلانه دیگران در بازار اجازه میتی. تمامی صنایع زراعتی شما توسط رقابت قاتلانه کشورهای دیگه از میان میره. شما لیمو و کینوی برازیلی را شامل در بازارتان دارین، چگونه زازاریتان توقع دارین که براتون کشت کنه؟ سپاسگزارم از حضور شما استاد مسعود، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل. قربان شما. یه برنامه کوتاه برمی‌گردیم.